بچه سلام عرض کنم خدمتون، آذرنیا هستم، دبیر پایه تا کنکور درس زیست شناسی. ببینید، برای من پس امروز من میدونستم چون گیاهی یه مقدار بد قلقه برای بچه ها، دقیقا گیاهی رو انتخاب کردم. بریم روی ساختمان نهاندانگان تا من بریم جلو توضیحاتش رو بدم. ببین دکتر، شما ساختمان نهاندانگان رو میشناسی؟ بارزترین اندام نهاندانگان گل هستش. تو میدونی که گل مخصوص نهاندانگانه، یعنی بقیه گیاهان ساختمانی به نام گل ندارن. اگر جایی میبینی گل، یعنی دارن از نهاندانگان برای تو صحبت میکنن. این که میگم گل چه قسمت هایی داره؟ دکتر، گلی که داری توی تصویر ببینی گل کامله. توی گل کامل 4 حلقه گل دیده میشه. دکتر من گلی که کامل هستش 4 حلقه داره. خارجی ترین حلقه یا حلقه اول، حلقه به نام کاسپر که شما دارید میبینید سبزه و شما میدونید که نشون دهنده فتوسنتز کننده بودنش هستش. حلقه داخل تر یا حلقه دوم دارید گلبرگ رو میبینید. ببین گلبرگ ها کلن معمولا رنگی هن. چون گلبرگ عضو جذاب گل محسوب میشه، یعنی اون قسمتی از گل که توجه سایرین رو، توجه گرد افشان ها رو به خودش جلب میکنه گلبرگه. سوال استاد، گلبرگ میتونه سفیدن باشه؟ بله، اونایی که شب پروازن مثل خفاش، اونا تو شب اتفاقا جذب گلبرگ های سفید میشن، ولی معمولش اینه که گلبرگ رنگی رنگی و جذاب باشه. حلقه داخلی تر یا حلقه سوم، عضوی به نام پرچم. دکتر من پرچم اندام تولید مثلی نره، فقط یه چیزی رو میخوام ببینی که هر پرچم یه نوک متورم داره، یه سر متورم داره که بهش میگن بساق، و یه قسمت میلهی شکلی داره که دقیقا بهش میگن میله. پس پرچم اندام تولید مثلی نر توی گیاهانه، خودش دو قسمت داره که میشه بساق که نوک متورمشه و میله. و حلقه داخلی تر یا حلقه چهارم مادگی هستش. دکتر من مادگی اندام تولید مثلی ماده است. دکتر، مادگی میتونه از واحدهایی به نام برچه ساخته شده باشه. از من میپرسی مادگی تک برچه‌ایه یا چند برچه‌ایه؟ مادگی توی گیاهان مختلف متفاوته، یعنی ما یه سری گیاهانی داریم که مادگیشون تک برچه‌ایه، از یک برچه ساخته شده. ما یه سری گیاهانی داریم که مادگیشون چند برچه‌ایه. در هر صورت مادگی اندام تولید مثلی ماده است، از واحدهای برچه ساخته شده. حالا از واحد یا واحدهای برچه ساخته شده. برچه چیه؟ هر برچه بچه ها خودش 3 قسمت داره. یه کلاله داره، یه خامه داره، یه انتهای متورم داره که بهش میگن تخمدان. دکتر من با پرچم اشتباه نگیری یا، پرچم یه نوک متورم داره که بهش میگن بساک، برچه یه انتهای ورم کرده، انتهای متورم داره که بهش میگن تخمدان. تازه چشت ببینه که درون تخمدان یه عضوی وجود داره به نام تخمک که به تخمدان وصله. دکتر این وصل بودنه رو لطفا ببین، میخواستم توجه تو به این اتصاله جلب کنم و نگاه کن. تخمک توی تخمدانه توسط یه عضوی که بهش میگن پایه، اما تو کتاب درسی تو نیست، بهش میگن پایه، به تخمدان وصله. دکتر من امکان نداره که تخمک درون تخمدان وصل به تخمدان نباشه. همیشه تخمک توسط یه پایه‌ای به تخمدان تو وصل شده. حالا خوب گوشا باز. تمام حلقه های گلی که من گفتم از بیرون به داخل، کاسپرگ، گلبرگ، پرچم و مادگی، همشون همیشه روی یه قسمتی هم به نام نهنج.
انگار که تو حلقه های گلت رو داری یه جا سوار میکنی. دکتر من حواست جمع. ببین نهنج تو میتونه فرو رفته باشه، میتونه برآمده باشه، میتونه صاف باشه. مهم اینه که تمامی اجزای گل روی نهنجت سوار شده. بچه ها میگن ما گل بی نهنج داریم؟ خیر، اصلا کسی رو کسی بند نمیشه اگر نهنج نباشه. شما همه گل هاتون نهنج دارن و تمام حلقه های گل حتماً حتماً روی نهنجت رو سوارن. سوال بعدی از من پرسی استاد تمام این چهار حلقه ای که گفتی گل داره؟ دکتر اگر گلی باشه، گوشا باز، اگر گلی باشه که هر چهار حلقه رو داشته باشه بهش میگیم گل کامل. اما اگر یه گلی یک یا بیش از یک حلقه رو نداشته باشه بهش میگیم گل ناکامل. دکتر خوب گوش بده به من. مثلا من یه گلی دارم گلبرگ نداره، من یه گلی دارم گلبرگ و پرچم نداره، من یه گلی دارم کاسبرگ و پرچم نداره. اگر یک یا چند حلقه از حلقه های گل نباشه اون گل گل ناکاملیه. این یه توضیح. توضیح دوم، دکتر من اگر یک گلی هم پرچم داره هم مادگی داره، یعنی هم اندام تولید مثلی نر رو داره هم اندام تولید مثلی ماده رو داره، تو به اون گل میگی گل دو جنسی. اگر پرچم یا مادگی رو داره، یعنی یکی از این دوتا رو داره، تو بهش میگی گل تک جنسی. حالا سوال بعدی، استاد همه دو جنسی ها کاملن؟ نه، شاید پرچم داره، مادگی داره، گلبرگ داره، کاسبرگ نداره. خب این میشه گل ناکامل. استاد همه کاملا دو جنسی هن؟ بله، چون همه کاملا کاسبرگ، گلبرگ، پرچم و مادگی رو دارن. پس وقتی پرچم و مادگی دارن یعنی همه کاملا دو جنسی هن. استاد اونی که تک جنسیه ناکامله؟ بله، چون یا پرچم داره یا مادگی، پس وقتی یکیشو داره پس حتما تک جنسی ها گلهای ناکامل محسوب میشن. حالا تو میدونی که نهاندانگان گلدار، بچه ها، تولید مثل دارن. هم تولید مثلشون غیر جنسیه که کاری به کارشون ندارم، خوندنی های کتاب تا و آسونه، هم تولید مثل نهاندانگان از طریق گل میتونه جنسی باشه. جنسی یعنی چی؟ یعنی یه گامت نری تولید میشه با یه گامت مادهی لقاح میده و جاندار جدید ایجاد میکنه. پس یادت باشه که جانداری که حاصل تولید مثل جنسی حاصل لقاحه، گامت نر و گامت ماده است. حالا سوال، گامت نر و ماده چطوری تولید میشه؟ خوب به من نگاه کن، خوب به من نگاه کن. ببین دکتر، داستانش از این قراره. خوب دقت کن، تو پرچم رو داری. پرچم، شما میدونید که پرچم اندامه تولید مثلی نر هستش. شما میدونید که هر پرچم دو عضو داره، یک نوک متورم داره که بهش میگن بساک، این الان اسمش هست بساک، یه قسمت میله مانندی داره که دقیقاً بهش میگن میله. دکتر من دقت کنه که چون پرچم از اجزای گله پس پرچم دوئنه، پس چون بساک و میله از اجزای پرچمن پس از نظر ژنتیکی دوئن یا دیپلویدن، یعنی هم بساک دوئنه هم میله دوئنه. چرا؟ چون از اجزای گل و از اجزای پرچم محسوب میشن. دکتر من حواست جمع باشه که درون بساک 4 هاگدان یا 4 کیسه گرده وجود داره. خوب گوشا باز، خوب گوشا باز. میگن هر بساکی 4 کیسه گرده داره. خیر، بساک نهاندانگان، گوشا باز، بساک نهاندانگان 4 کیسه گرده یا 4 هاگدان داره.
این کیسه های گرده از نظر ژنتیکی چی هن؟ خب معلومه دوینن دیگه، چون از اجزای بساکن. دکتر من ببینه که توی کیسه گرده یا هاگدان پر از سلول هاییه که بهشون میگن مادر دانه گرده. به اینا میگن مادر دانه گرده. بچه ها، داخل کیسه های گرده یا داخل هاگدان شما پر از سلول هاییه که بهش میگن مادر دانه گرده. این تنها نری که توی کتاب درسی شما مامانه، با اینکه برای نر دارم درس میدم، ولی اسمش مادر دانه گرده است. توی هاگدان های شما پر از سلول های مادرهای دانه گرده است. مادرهای دانه گرده چون جزء بساکن، پس از نظر ژنتیکی هر کدوم دو انن. تو میدونی که سلولی که دو ان باشه میتونه میوز بده و تو میوز رو میشناسی. میوز تقسیمیه که باعث میشه از یک سلول 4 تا سلول به وجود بیاد، که این 4 تا سلول از نظر ژنتیکی نصف مامانشونن. این قانون میوزه. اصلا میگن میوز تقسیمیست کاهشی. یعنی چی؟ یعنی مامانی که دو انه 4 تا بچه‌ای تولید میکنه که نصفش کروموزوم دارن. دکتر من، هر مادر دانه گرده، میشنوی هر مادر دانه گرده رو؟ یعنی هر کدوم از اینا این ویژگی رو دارن. توی هاگدانهای تو پر از مادرهای دانه گرده است. هر مادر دانه گرده، یعنی هر کدومشون، این ویژگی رو دارن. چه ویژگی؟ این که میوز بدن. بچه ها، میوزی که میدن تقسیم سیتوپلاسمش برابره، یا اصطلاحاً سیتوکینزش برابره. از یک مادر دانه گرده 4 تا سلول تولید میشه که به این 4 تا سلول میگن 4 تا گرده نارس. دکتر من بدونه که 4 تا گرده نارس هر کدوم N کروموزوم دارن. چرا؟ چون حاصل میوزن و مادر دانه گرده نصف شده. یعنی هر کدوم از این گرده های نارس N کروموزومی هن. نصف سلول تولید کنندشون کروموزوم دارن. اندازه هاشون با هم برابره، چون حاصل میوز با تقسیم سیتوپلاسم مساوی هست. دکتر، به گرده های نارس هاگنرم میگن. اگر جای شنیدی هاگنر، همین گرده های نارس هستن. دکتر من، هر گرده نارس دوباره میتونه میتوز بده، منتها میتوزی که با سیتوپلاسم نابرابره. یعنی همه اینها میتونن این کار رو انجام بدن. هر گرده نارس توی کیسه، یا خوب گوش بده، توی کیسه های گرده پر از مادرهای دانه گرده بودی. هر کدوم از مادرهای دانه گرده تونستن میوز با سیتوکینز برابر بهت بدن. حاصل میوز با سیتوکینز برابر از هر مادر دانه گرده شد 4 تا نارس. پس الان توی کیسه های گردت پر از گرده های نارسی هستی که از میوز مادرهای دانه گردت به وجود اومده. یعنی الان هاگدان من یا کیسه های گردم پر از گرده های نارسه. حالا هر گرده نارس، هر یه دونه گرده نارس شروع میکنه میتوز دادن. خوب گوشا باز. بچه ها، هر گرده نارس که میتوز میده، در نهایت گوشا باز در نهایت 4 تا دانه گرده رسیده تولید میکنه. میگه استاد چطوری میشه؟ مگه نمیگی میتوز میده؟ میگم بله. میگه میتوز مگه خاصیتش این نیست که از یک سلول 2 تا سلول ایجاد شه؟ تایید میکنم بله. میگه پس چجوری از 4 تا نارس 4 تا رسیده به وجود میاری؟ نباید از 4 تا نارس
8 تا سلول به وجود بیاد، حق کاملا با توه. دقیقاً، خوب گوش بده، دقیقاً از 4 تا نارست 8 تا سلول به وجود میاد. الان این نارسه میتوز میده میشه 2 تا سلول، این نارسه میتوز میده میشه 2 تا سلول، این نارسه هم همینجور، این نارسه هم همینجور. بعد بچه ها میگن حاصل میتوز این مامانه دیگه. میگن بله، تمام این سلول هایی که تولید شد از نظر کروموزومی این مامانن، یعنی اینن، مثل نارسن. میگه پس چیجوری گفتی از 4 تا نارس 4 تا رسیده تولید میشه؟ ببین دکتر من، وقتی که از هر نارس 2 تا سلول تولید میشه، سریع 2 تا دیواره میاد دور این 2 تا سلول تو رو میگیره. یعنی به محض اینکه این 2 تا سلول به وجود اومد، 2 تا دیواره میاد دور این 2 تا سلول تو رو میگیره، به طوری که به شکل 1 سلول دیده بشه. یعنی چی میخوام بهت بگم؟ یعنی میخوام بهت بگم انتظار تو کاملا به جای. هر دانه گرده رسیدت، هر یه دونه دانه گرده رسیدت، اولا که 2 تا دیواره داره، چون 2 تا دیواره سلولی میاد دور اون 2 تا سلول میگیره. 2، هر دانه گرده رسیدت 2 سلولیه. آها، حالا میتونم توضیح کنم، حالا میتونم بگم از 4 تا گرده نارسم 4 تا رسیده 2 سلولی ایجاد شده. آها، الان میتونم بگم، توضیحت کنم. پس یادت باشه حق با توه، از هر میتوز باید 2 تا سلول ایجاد شه، ولی انگار 2 تا سلول تو توی یه پچ قرارش میدی. به خاطر همینه که از 4 تا نارس 4 تا رسیده 2 سلولی ایجاد میکنی. دکتر من، میبینی میتوزش با سیتوکینز نابرابره، یعنی تقسیم سیتوپلاسم نابرابر داشته؟ یعنی چی؟ یعنی از هر یه دونه نارس 2 تا سلول ایجاد شده که از نظر کروموزومی عین همن، ولی سیتوپلاسمشون نامساوی تقسیم شده. به اون سلول بزرگه میگن سلول رویشی، به اون سلول کوچیکه میگم سلول زایشی. میخوام بهت بگم که هر گرده رسیده 2 تا سلول داره، که این 2 تا سلول چون محصول میتوز نارسن، از نظر کروموزومی عین همن. یکیشون سیتوپلاسم بیشتری برداشته که به اون میگی سلول رویشی، از اون ور اون سلولی که سیتوپلاسم کمتری بهش رسیده میشه سلول زایشی. دکتر من دوباره دقت کنه، ببین پرچم اندام تولید مثلی نره، پرچم نوک متورم داره که بهش میگن بساک و میله، داخل نوک متورمش 4 تا هاگدان یا 4 تا کیسه گرده وجود داره، داخل کیسه گرده یا هاگدان پر از سلول هاییه که بهش میگن مادر دانه گرده، این سلول دیپلویدن. توی کیسه هر مامان میشه 4 تا نارس، هر مامان یه میوز میده 4 تا نارس تولید میکنه. پس توی کیسه پر از نارس های ان هستیم. توی کیسه هر نارس یه میتوز میده میشه یه رسیده، منتها میتوزی که میده با سیتوکینز نابرابره. یعنی هر نارس توی کیسه میشه یه رسیده 2 سلولی که تو 2 تا سلول رسیده رو میشناسی. دکتر من، پس به اون جایی رسیدم که درون هاگدان مادرهای دانه گرده هر کدوم شدن، هر یه دونه شد 4 تا نارس، هر یه دونه نارس شد یه دونه رسیده، یعنی 4 تا نارس شد 4 تا رسیده 2 سلولی. تو فکر کن هر مادر دانه گرده این کار رو انجام بده. پس توی هاگدانت در حال حاضر پر از دانه های گرده رسیده ای هستی که 2 دیواره 2 تا دیواره داره و 2 سلولیه. علت 2 سلولی بودن این که از میتوز
نارس به وجود اومده. میتوز نابرابر نارس، یه سلول بزرگتر که داخل رسیده است که بهش میگن رویشی، یه سلول کوچیکتر از نظر ژنتیکی عین همنا چون محصول میتوز نارسن، از نظر میزان سیتوپلاس با هم دیگه متفاوتن. پس در حال حاضر هاگدان من دیگه رسیده و توی هاگدان رسیدم یا کیسه های گرده رسیدم پر از دانه های گرده رسیده دو سلولی هستم. میگن چرا میگی دوتا دیواره؟ چون دوتا دیواره پک کرده این دوتا سلول. ویژگیشون چیه؟ جفتشون منفذ دارن؟ جفت دیواره ها منفذ دارن؟ دیواره خارجی میتونه صاف باشه، میتونه تزئینم داشته باشه، یعنی آپشن داره. دیواره داخلی کاری بهش ندارم. دیواره خارجیش میتونه صاف باشه، میتونه تزئینات داشته باشه، ولی هر دو دیواره سوراخ سوراخن، منفذ دارن. پس به اونجایی رسیدم که هاگدان من پر از دانه های گرده رسیده است. این اتفاقیه که توی پرچم میفته. بیاییم بریم سراغ مادگی. دکتر من مادگی رو تو میشناسی؟ مادگی اندام تولید مثلی ماده است. اندام تولید مثلی ماده است. تو میدونی که مادگی از واحدهای برچه یا برچه ها تشکیل شده، یعنی از یک برچه یا از چند برچه تشکیل شده. دکتر تو میدونی هر برچه یه کلاله داره، یه خامه داره، یه انتهای متورم داره که بهش میگن تخمدان. یه کلاله، هر یه دونه برچه یه کلاله داره، یه خامه داره، یه انتهای متورم داره که بهش میگن تخمدان. دکتر من تو میدونی مادگی از اعضای گله، پس دو انه؟ برچه یا برچه ها که واحدهای سازندگی مادگی هن یا واحدهای ساختاری مادگی هن دو انن؟ پس اجزای برچه یعنی کلاله، خامه و تخمدانم چون از اجزای برچه هستن دو انه. دکتر من تو میدونی که درون تخمدان تخمک وجود داره. درون تخمدان تخمک وجود داره. بچه ها خوب دقت کنید به تخمکی که کشیدم. این تخمکه. تخمکی که در ابتدا در تخمدان وجود داره رو بهش میگن تخمک جوان اصطلاحاً. یعنی تخمکی که در بعد در تخمدان وجود داره رو بهش میگن اصطلاحاً تخمک جوان. دکتر یادت میاد که تخمک جوان همیشه به تخمدان وصل بود. اسمش تو کتاب شما نیومده، ولی همیشه تخمک توسط یه قسمتی به نام پایه به تخمدان وصله. این پایه هم از نظر کروموزومی از من یادگاری داشته باش، دو انه. بچه ها میگن تخمک از نظر ژنتیکی چیه؟ تخمک هم دو انه دیگه، چون داخل تخمدان قرار داره. دکتر تخمک جوانی که درون تخمدانه سه تا ویژگی مهم داره. هر تخمک جوان اولا که یه پوشش دولایه داره، پوششی دولایه. تو داری میبینی من پوشششم دولایه کشیدم. خیلی مهمه ها، تخمک جوانی که درون تخمدانه پوشش دولایه داره، این یکی از ویژگیاشه. دو اینکه یه منفذ داره. اسم منفذ سفته ولی تو کتاب تو نیومده. به این تیکه میگن منفذ. دکتر من در محل منفذ هر دو تا پوشش تخمک قطع شده، یعنی در این تیکه‌ای که بهش میگی منفذ، این تیکه منفذ اسمش، توی این تیکه شما دیگه پوشش تخمک رو نمیبینید. جایی که هر دو تا پوشش تخمک قطع شدن بهش میگن منفذ تخمک. و مورد سوم این که توی تخمک جوان پر از سلول های دیپلویده، سلول های دوئنه، یعنی این تو پر از سلول های دوئن 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 دوئنه. این تو یکی از ویژگی های تخمک همینه. پس اتفاقی که افتاد، درون تخمدان یه قسمتی وجود داره به نام تخمک جوان. تخمک جوان اولین چیزی که تو راجبش میدونی اینه که وصله به تخمدان. دو، پوشش دولایه داره. محل در محل منفذ جفت پوششاش قطع شدن. و مورد بعدی این که توی تخمک جوان پر از سلول های دوئنه.
دکتر من خوب گوشاتو واکن. از بین سلول های دو ان یکی از دو ان ها که رشد بیشتری میکنه بهش میگن پارانشیم خورش، بهش میگن، چون از جنس پارانشیمه ها، بهش میگن سل پارانشیم خورش. یه بار دیگه به من نگاه کن، توی تخمک پر از سلول های دو انه. یکی از دو انا همشون این ویژگی رو ندارن ها. یکی از دو انا که از همه بیشتر رشد میکنه رو بهش میگن سلول پارانشیم خورش. بچه ها سلول پارانشیم خورش معادل مادر دانه گرد است. میبینی دو انه؟ ولی مادر دانه گرد فت و فراوون بود، هر کدوم از مادرهای دانه گرده وارد میوز میتونستن بشن، اما توی جنس ماده این خبرها نیست. همه چی غنیمت کمه. توی جنس ماده از بین سلولهای دو ان تنها یکیشون میتونه وارد تقسیم بشه و میوز بده. بچه ها میوزی که پارانشیم خورش میده یک میوزه که تقسیم سیتوپلاسمش نابرابره، یا اصطلاحاً سیتوکینز نابرابر داره. از 4 تا سلولی که تولید میکنه 3 تاش جیزینگولیو به درد نخوره، یکیش از همه درست حسابی تره. دکتر من میدونه که محصول میوز 4 تا سلوله. اینجا چون سیتوکینز نابرابره 3 تاش بی خودیه. به این 3 تا بی خودی ها میگن سلول. بعد بچه شما میدونه دیگه وقتی پارانشیم خورش دو انه، تمام سلول هایی که از میوز ایجاد میشه انه، یعنی اینا هم همه انن. به این سلول ها میگن سلول های هاپلوئیدی نازیستا. چرا؟ چون اینا میمیرن، سیتوپلاسم ندارن، از گشتگی میمیرن. به این یه دونه میگن هاپلوئیدی زیستا. اسمای دیگه هم دکتر من داره ها، مثلا بهش هاگ ماده هم بهش میگن، مثلا بهش سلول باقی مانده هم میگن. هر کدومو که دارن میگن همه رو دارن اینو اشاره میکنن. دکتر تو فهمیدی که این سلول باقی مانده معادل گرده نارسه، منتها از مادر دانه گرده 4 تا نارس، چون با میوزه برابر بود 4 تا نارس درست حسابی ایجاد می شد. اما چون میوزه پارانشیم خورش نابرابره 3 تا جیزینگولی به درد نخور ایجاد میشه، یه دونه سلول به عنوان سلول باقی مانده یا هاگ ماده به وجود میاد. قاعدتا تو میدونی خب وقتی اینجا 4 تا نارس تولید شده اینجا یه دونه هاگ ماده، خب این یه دونه قاعدتا باید کارش سخت‌تر باشه دیگه، چون جور بقیه رو باید بکشه. یه بار دیگه من نگاه کن، اینجا هر کدوم از مادرهای دانه گرده میتونستن وارد میوز بشن، اینجا از بین سلولهای دو ان تنها یکیش وارد میوز شد، اینجا هر مادر دانه گرده میوز برابر داد 4 تا هاگ نر یا 4 تا نارس تولید میکرد، اینجا همون یه دونه ای که رشد کردم میوز نابرابر میده، یه دونه درست حسابی پیدا میشه، بقیه شون میمیرن. تفاوت ها رو باید بگیری توی نر و ماده ها. حالا این یه دونه ای که مونده بچه ها جور بقیه رو باید بکشه. این یه دونه چه اتفاقی براش میفته؟ این یه دونه شروع میکنه به میتوز دادن. 3 نسل یا 7 مرتبه یا 7 بار میتوز میده. یک کیسه ای رو ایجاد میکنه به نام کیسه رویانی. بچه ها میگن خانم این اتفاقات داره کجا میفته؟ همه این اتفاقات داره تو تخمک میفته. یعنی توی تخمک یه دوئن میوز داد، 3 تاش مردن، یکیش مون، این یه دونه 7 تا میتوز میده تو تخمک و توی تخمک کیسه رویانی رو ایجاد میکنه. خب حالا بچه ها میگن توی کیسه رویانی چی قرار داره؟ خوب به من دکتر نگاه کنه. از علم میتوز میوزت میخوام استفاده کنی ها، از علم میوز و میتوز استفاده کن، نگاه کن. ببین به اونجایی رسیدیم که 3 تا سلول نازیستا
که میمیرن تولید شد، اینا میمیرن، با اینا کار ندارم. یه دونه درست حسابی این تولید شد که بهش گفتی سل های ماده یا بهش گفتی سل باقی مانده، که این یادگار همه اوناست دیگه، اون ستا از بین میرن. این های ماده رو بچه ها من گفتم چی؟ من گفتم سه نسل میتوز میده. سه نسل یعنی چی؟ یعنی یه میتوز میده، نسل دوم، نسل دوم، نسل سوم، نسل سوم. حالا خوب گوش بده من بچه ها، نسل اولی که میتوز میده دوتا سله N ایجاد میشه، میتوزه دیگه. نسل نگاه کن، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم. نسل اولی که میتوز میده دوتا N تولید میشه، توی نسل دوم این میشه نسل اول، توی نسل دوم از این دوتا سلول چهار تا سلول، چون هر کدومشون باز میتوز میدن، میشه چهار تا سلول. توی نسل سوم هر کدوم از این چهار تا سلول دوباره دو تا سلول میدن، یعنی کلن میشی هشت تا سلول. پس چه اتفاقی افتاد؟ طی سه نسل میتوز از یه دونه سله های ماده سه نسل میتوز داد، در نهایت هشت تا هسته ایجاد شد. یعنی این شد دوتا، اینا شدن چهار تا، اینا شدن هشت تا. پس طی سه نسل میتوز از یه های ماده هشت تا هسته ایجاد میشه. بچه ها میگن خانوم گفتی سه نسل ولی هفت بار میتوز. هفت بار میتوز رو نشونم میدی؟ بله. بار اول هر کدوم از اینا یه میتوز دادن دیگه، دو بار، سه بار، هر کدوم از اینا دوباره میتوز دادن، چهار بار، پنج بار، شش بار، هفت بار. تفاوت نسل و بار رو گرفتی. ببین تو وقتی میگی دو بار یعنی یه بار میشی دو تا، دو بار میشی چهار تا، هی دو برابر میشی توی هر نسل. خب ولی وقتی تک تک میتوزا رو داری میشموری دیگه، تو هر نسل باید میتوز بشموری. نگاه کن ببین، این یه بار یه نسل میتوز داد شد دو تا، نسل دوم هر کدومشون شدن چهار تا، هر کدومشون شدن دو تا، شدن چهار تا. نسل سوم هر کدوم شدن دو تا، شدن هشت تا. این میشه نسل. ولی اگر داری تعداد دفعات میتوز رو میشموری، باید بری ببینی چند تا میتوز انجام شده. یه میتوز، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت تا. پس تفاوت نسل و بار رو بگیرید. نسل یعنی هی دو برابر میشی، بار یعنی تک تک به ازای هر سلولی که داره میشه دوتا حسابش میکنی. پس تعداد نسل و بار رو بگیرید. های ماده بچه ها برای اینکه کیسه رویانی تشکیل بده سه نسل یا هفت تا دونه میتوز انجام میده. اینو سوء تفاهم برات نشه، این شماره یکه. سه نسل یا هفت بار میتوز انجام میده، میشه هشت تا هسته. بچه ها میگن خانوم چرا این هشت تا هسته رو این شکلی کشیدی؟ داخل کیسه رویانی چند تا سلوله؟ میگن بچه ها داخل کیسه رویانی به ازای هشت تا هسته هفت تا سلوله. میگه وا، یعنی چی هشت تا هسته هفت تا سلول؟ میدونی علتش چیه؟ یکی از میتوزام سیتوکینز نداده، سیتوپلاسمش تقسیم نشده، دو تا هسته که به وجود آورده کنار هم موندن، نتونستن از هم جدا بشن. به این سلول میگن سلول دو هسته‌ای، به این سلول میگن سلول دو هسته‌ای. چرا سلول دو هسته‌ای به وجود اومده؟ چون این میتوز بدون سیتوکینز بوده، سیتوکینز یا تقسیم سیتوپلاسم نداشته، نتیجتاً دوتا هسته به هم چسبیدن و یه سلول دو هسته ای ایجاد کردن. الان تو میفهمی که میگم هشتا هسته چرا هفتا سلول؟ چون هشتا هسته یه دوتاش به هم چسبیدن، نتونستن از هم جدا بشن. به خاطر همین به ازای هشتا هسته تو هفتا سلول توی کیسه رویانی داری.
میگه خانم اینو فهمیدم استاد، اینو بگو این چرا یه جیزینگولی شده یه گنده؟ اینا مساویان همه، این چیه؟ معلومه اینم میتوزه با سیتوکینز نابرابره، یکیش جیزینگولی شده حقش اون یکی خورده. میگه خانم اسم داره؟ آره، به این میگن، به این بزرگه میگن تخمزا یا گامت ماده. چی فهمیدی دکتر من؟ چی فهمیدی؟ ببین با مصیبت یکی از خورشات میوز داد، میوزش نابرابر بود، سه تاش مردن یکیش موند، اون یه دونه که موند سه نسل یا هفت بار میتوز داد، هشت تا هسته در قالب هفت تا سلول ایجاد کرد. چرا؟ چرا؟ چون یکی از تقسیماتش سیتوکینز نداشت، دوتا هسته به هم چفت موندن شدن سلولی به نام سلول دو هسته‌ای که اتفاقا این وسط کیسه رویانی میشینه، الان میرم کیسه رویانی رو برات میکشم. یکی از میتوزاش سیتوکینز نابرابر داد، یه جیزینگولی تولید کرد، یه تخمزا. تخمزا همون گامت ماده است که اتفاقا پایین نزدیک منفذ میشینه، بقیهشون هم میپلکن توی کیسه رویانی، بقیهشون هم توی کیسه رویانی هستن. دکتر یه بار دیگه منو نگاه کن، از این هاگ ماده یه بار میتوز دادی شدی دوتا سلول، میتوز دو سه رو دادی شدی چهار تا سلول، میوز چهار پنج شیش هفت رو دادی شدی هشتا هسته، از این هشتا هسته به ازاش هفتا سلول از این هاگ برات به وجود اومد توی کیسه رویانی. علت یکی از میتوزاش نابرابر بود، سلولی به عنوان سلول دو هستهی برات ایجاد کرد، یکی از میتوزاش هم سیتوکینزش نابرابر بود، یه سلول بزرگتر داد یه سلول کوچیکتر، چارتای دیگه شبیه همن چون میتوز با سیتوکینز برابرن. پس هاگ ماده میتوز بدون سیتوکینز هم داره، پس هاگ ماده میتوز با سیتوکینز نابرابر هم داره، پس هاگ ماده میتوز با سیتوکینز برابر هم داره. در نتیجه از یه سلول هاگ ماده کیسه رویانی ایجاد میشه که هشت تا هسته هفت تا سلول داره. اینجا رو ببین، از این هاگ ماده الان تو میفهمی من چی میگم، سه نسل یا هفت تا دونه میتوز داد شد هشتا هسته، هشتا هسته در قالب هفتا سلول. علت یه سلول این وسط میشینه که از همه بزرگتره، این سلوله دو هسته ایه که تو علت به وجود اومدنشو میدونی، بهش میگن سلول دو هسته ای چون از میتوز بدون سیتوکینز بدون تقسیم سیتوپلاسم ایجاد شده، این وسط کیسه میشینه. تو میدونی یه سیتوکینز نابرابر هم داری، یه سیتوکینز نابرابر هم داری، یه جیزینگولی میده یه دونه بزرگتر، این بزرگتره رو دقیقا ببین در مجاورته چون این کیسه این تو تشکیل شده دیگه، اون تخمزایه یا اون سلول بزرگه دقیقا در مجاورت منفذ میشینه، میبینی؟ سلول دو هسته ای وسط تخمک میشینه، اون این پایین، به این میگن تخمزا یا گامت ماده. این سلول جیزینگولی هم اینه، از چهار تا سلول دیگه همشون هم اندازن، اونا هم اینن، ولی اونا به کار ما نمیان. بچه ها اسمش تو کتاب شما نیست، به این سه تا سلولی که در قطب مخالف تخمزا میشینن میگن سلول های آنتیپودال، ولی تو کتاب شما نیست. به این دو تا سلولی هم که در مجاورت تخمزا میشینن، یکی شبیه اوناست، این یه دونه جیزینگولیه که حاصل تقسیم نابرابره با خود تخمزا به وجود اومده، این دوتا رو بهش میگن سلول سینرژی، ولی سینرژی ها و آنتیپودال ها توی کتاب درسی شما نیومده، نقش حفاظت و تغذیه دارن ولی نقشش به ما ربطی نداره. ما چیزی که باید بدونیم اینه که کیسه رویانی هشتا هسته داره، هر هشتا هستش از میتوز این به وجود اومده در قالب هفتا سلول. علت چون یکی از میتوزاش سیتوکینز نداشته، به خاطر همین هشتا هسته در قالب هفتا سلوله.
دکتر من یه بار دیگه ببینه. ببین دقیقا توی تخمدان تخمک داری، توی تخمک پر از سلول های دو انه، یکی از دو انا میوز میده میشه چهار تا که سه تاش خدافظ چون نابرابره، یکیش میشه هاگ ماده. هاگ ماده میتوز میده، میتوز میده، هفت تا میتوز میده، کیسه رویانی رو ایجاد میکنه. توی کیسه رویانی 8 تا هسته داری، بعد از 7 تا میتوزه، ولی 7 تا سلول، چون یکیش میتوزه بدون سیتوکینز داشته، اون وسطیه به هم چسبیده، بهش میگن سلول دو هسته ای. یکی از میتوزا نابرابر بوده که تخمزا یا گامت ماده رو به وجود آورده، بقیهشون هم برابر بودن، سلولای آنتیپودال و سینرژی هن که به من ربطی نداره، من فقط میدونم هستن تو کیسه رویانی. تمام این اتفاقات توی تخمک انجام شده، یعنی الان در حال حاضر درون تخمکت تو کیسه رویانی داری. درست شد؟ حالا خوب به من گوش بده، بیا اینجا. خوب گوش بده به من، الان چه بلایی سرت اومده؟ داستان این شکلیه، داستان این شکلیه که تو یک کلاله داری، یه خامه داری، یه تخمدان داری که انتهای متورمه، انتهای متورمه برچسب، توی برچت اگه یاد باشه تخمک داشتی، تخمک دولایه داشتی، توی تخمک من بنویسم اجزا رو یادت نره، کلاله، خامه، تخمدان، توی تخمدانت تو میدونی که تخمک داری، این تخمکه، درون تخمکت تو میدونی مصیبت کشیدی چی به وجود اومد درون تخمکت، یه سلول دوئنی بود، از حافظه تصویریت استفاده کن، یه سلول دوئنی بود میوز داد، 4 تا سلول ایجاد شد، 3 تا خدافظ، یکیش موند، اون یه دونه کیسه رویانی رو تشکیل داد. پس توی تخمک کیسه رویانی تشکیل شده، این کیسه رویانیه. کیسه رویانی چه ویژگی داره؟ کیسه رویانی یه سلول دو هسته این وسط داره که من میدونم به خاطر میتوز بدون سیتوکینز ایجاد شده. 3 تا آنتیپودال اینجا داره که به هم ربطی نداره. یه دونه تخمزا اینجا در مجاورت منفذ سفت داره. من اینجا رو خالی بذارم که تو ببینی. یه دونه تخمزا اینجا در مجاورت منفذ سفت داره، یه جیزینگولی کنارشه، یه دونه هم مثل اونا کنارشه که بهش میگن سینرژیا و آنتیپودال ها که برای تو مهم نیست. پس در نتیجه بعد از اون مصیبتی که کشیدی اینجا درون کیسه رویانی درون تخمک یه سلول دو هسته ای ایجاد کردی، اینجا هم که تخمزا رو ایجاد کردی یا گامت ماده رو. یه بار دیگه اینجا رو ببین، اینجا تو کیسه رویانی رو توی تخمک ایجاد کردی و همون شکلیه که برات کشیدم. 1 2 تو با مصیبت توی اندام تولید مثلی نر دانه گرده رسیده تولید کردی. اگه یادت باشه توی نر مادرهای دانه گرده شدن نارسا، نارسا شدن رسیده. حالا اتفاقی که میفته دکتر، هاگدانت پاره میشه. هاگدانت که پاره میشه دانه های گرده رسیدت آزاد میشن. حالا دانه های گرده رسیدت که آزاد میشن با باد، با آب، با جانوران گردافشان، با هر روشی که میان خودشون رو میرسونن به کلاله یه گلی. اتفاقی که میفته وقتی دانه گرده رسیدت، وقتی دانه گرده رسیدت که دو دیواره و دو سلولیه، یه سلول کوچیکتر داشت که بهش میگفتی سلول زایشی، یه سلول بزرگتر داشت که بهش میگفتی رویشی، که از نظر محتوای ژنتیکی شما میدونید که این دوتا با هم برابرن، فقط از میزان سیتوپلاسمشون با هم متفاوتن. دانه گرده رسیده، دانه گرده رسیده میشینه روی کلاله. بچه ها هرکی نیستا، اینکه دانه گرده رسیده رو هرکی بشینه بره شروع کنه به تقسیم شدن، اینجوری نیست.
دانه گرده رسیده وقتی میشینه رو کلاله باید گل هم نوعش رو اولا پیدا کرده باشه. دو، کلاله باید دانه گرده رسیده رو بپذیره، شاید اصلا راش نده، حال نکنه باهاش. اگر کلاله دانه گرده رسیده رو بپذیره، سلول رویشی شروع میکنه رشد کردن به سمت داخل کلاله. وقتی رشد میکنه لوله ای رو ایجاد میکنه به نام لوله گرده. یه لوله ای رو ایجاد میکنه به نام لوله گرده. نگاه کن، سلول رویشی رشد میکنه، یه لوله ای رو ایجاد میکنه به نام لوله گرده. پس این لوله گرده از نگی تقسیما، از رشد، از رشد سلول رویشی لوله تشکیل میشه که بهش میگن لوله گرده. لوله گرده حاصل تقسیم نیست، حاصل رشده. از نظر کروموزومی چیه؟ N دیگه، چون مثل رویشیه، رویشی هم N بود. اتفاقی که میفته، گوشا باز، گوشا ببین چی شد. زایشیه میاد توی لوله گرده، میاد توی لوله گرده زایشی، میتوز میده با سیتوکینز برابر دو تا یاخته ایجاد میکنه که اینا اسپرمن یا همون گامت نرن که انن. چی شد؟ وقتی کلاله دانه گرده رسیده رو پذیرفت، سلول رویشی توی دانه گرده رسیده رشد کرد، لوله گرده رو ایجاد کرد یا به وجود آورد. توی لوله گرده، گوشت باز، توی لوله گرده‌ای که حاصل رشد رویشیه، زایشی اومد میتوز داد، دو تا اسپرم، دو تا گامت نر ان تولید کرد. دو تا اسپرم یا دو تا گامت نر ان تولید کرد. چه اتفاقی افتاد؟ بچه‌ها، این دو تا اسپرم، این دو تا اسپرم حرکت میکنن، حرکت میکنن، حرکت میکنن، خودشون رو میرسونن به کیسه رویانی. دکتر من، خوب گوشا باز، یکی از اسپرم ها با تخمزا لقاح میده، یکی از اسپرم ها با سلول دو هسته‌ای لقاح میده. به خاطر همین فقط تخمزا و سلول دو هسته‌ای برای من مهم بود، میگفتم بقیه آنتیپودال سینرژی ها رو ول کن. وقتی اسپرم، یه بار دیگه، سلول زایشی توی لوله گرده میتوز میده، میشه دوتا اسپرم. این دوتا اسپرم ها وقتی که میان، یکیشون خودشون رو میرسونن به کیسه رویانی، یکیشون با تخمزا لقاح میده، یکیشون با سلول دو هسته‌ای. اونی که با تخمزا لقاح میده، تخمزا خودش انه، اسپرم هم انه. اونی که با تخمزا لقاح میده میشه یه تخمی که بهش میگن تخم اصلی، که تو الان میدونی حاصل دو تا انه، پس دو انه. اون اسپرمی که با سلول دو هسته‌ای که دوتا انداش لقاح میده میشه یه تخمی که بهش میگن تخم زمیمه یا تخم کمکی، که بچه ها شما الان میدونید دیگه حاصل N و 2N، پس تخم زمیمه تریپلوید یا 3N. پس چی شد؟ توی تخمکت الان دوتا تخم به وجود اومد. راستی به لقاح نهاندانگان میگن لقاح مضاعف. چرا به لقاح نهاندانگان میگن لقاح مضاعف؟ چون توی نهاندانگان دوتا اسپرم ایجاد میشه که هر دوتاش به کار میاد، یکیش با تخم زاله لقاح میکنه، یکیش با سلول دو هسته‌ای لقاح میکنه. چون جفتش به کار میاد میگن نهاندانگان لقاحش مضاعفه، یعنی هر دوتا اسپرمش به کار میاد. اونی که با تخمزا لقاح میده میشه تخم اصلی یا زیگوت که دو انه، حاصل دو تا انه، گامت نر و ماده با هم لقاح کردن. یه تخمی به وجود میاد به نام تخم زمیمه که سه انه، چون حاصل لقاح اسپرم و سلول دو هسته‌ایه، یه دو ان و یه انه که میشه سه ان تخم زمیمه. پس توی تخمک به جای کیسه رویانی در حال حاضر یه تخم اصلی و یه تخم زمیمه به وجود اومده. این میشه
تولید مثل جنسی در نهاندانگان. یه بار دیگه من نگاه کن، خوب به من دقت کن، ببین آخرین دوریه که دارم میگم، یه بار دیگه ببین، توی نهاندانگان یه اندام تولید مثلی نر داری که بهش میگن پرچم. پرچم یه نوک متورم داره، یه میله، جفت قسمتاش هم بساک هم میلش دوئنن چون جزی از پرچمن. توی بساک نهاندانگان چهار تا کیسه گرده یا چهار تا هاگدان داری. توی کیسه گرده پر از سلولهای مادر دانه گرده ای. هر مادر دانه گرده، یعنی هر کدوم این پتانسیل رو داره، هر مادر دانه گرده میوز با سیتوکینز برابر میده میشه چهار تا نارس. چهار تا نارس اینن، هر نارس میشه یه دونه رسیده یه دو سلولی، مثل من یادش بگیر، هر نارس میشه یه رسیده یه دو سلولی، هم دوتا دیواره داره هم دو سلولیه. منتها نارس به رسیده میتوزش نابرابره، پس دو سلولش از نظر ژنتیکی یکیه، ولی از نظر سیتوپلاسمی رویشی بزرگتر از زایشیه. هاگدان پاره میشه، اینا آزاد میشن. این تا اینجا کار. از اون ور توی ماده، مادگی اندام تولید مثلی ماده است، از واحدهای برچه یا برچه ها ساخته شده. هر برچه یک کلاله یک خامه یک تختان داره. توی تختان تخمک جوانی رو داری که دو پوششیه، پر از سلای دوئنه، یه منفذ داره. یکی از دوئناش، نه همش، یکی از دوئناشو بهش بگی پارانشیم خورش، میوز میده اما نابرابر. سه تا بی خودی تولید میکنه خداحافظ. این یه دونه که میمونه مهم است. این یه دونه هفت بار میتوز میده میشه کیسه رویانی. کیسه رویانی هشت هسته در قالب هفت سلول داره. چرا؟ چون یکی از میتوزاش سیتوکینز نداده. اتفاقا توی کیسه رویانی یه میتوز نابرابرم میبینی که یه سلول درشت تخمزا رو به وجود میاره که اتفاقا در مجاورت سفت میشینه. بیا اینجا، دانه گرده های رسیده آزاد شده میشینن رو کلاله گیاهی که بپذیرتش، چون اگه نپذیره راش نمیده. وقتی بپذیرتش رویشی رشد میکنه، نه تقسیم، رشد میکنه، لوله گرده رو ایجاد میکنه. زایشی توی لوله گرده ای که حاصل رشد رویشی میتوز میده میشه دوتا اسپر. یه اسپر با تخمزا لقاح میده میشه تخم اصلی، یه اسپر با سلول دو هسته ای لقاح میده میشه تخم زمیمه. این میشه تولید مثل جنسی در نهاندانگان. بچه ها خسته نباشید، بهتون میگم، متشکرم ازتون. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمتتون. آذرنیا هستم، دبیر زیستشناسی. امسال افتخار همکاری با مجموعه بنیان دانش رو دارم. دوستان عزیزی که قراره در سال آینده سر کلاس های ما شرکت کنن، استارت کلاس های زیستشناسی شما بعد از امتحانات پایان ترم توی ماه تیر ما قراره که زده بشه. اولین جلسه بچه ها رایگان هستش، بعد کلاس ها رو به طور رسمی و جدی ادامه میدیم. قراره که با هم نکته و تست داشته باشیم، هم دیده تشریحی داشته باشیم. کسایی که تمایل دارن در کلاس های ما شرکت کنن، به آیدی که و شماره تماسی که داره از زیر صفحه رد میشه مشخصات شخصیشون رو ارسال کنن. ان شاءالله که در خدمتتون خواهیم بود.